چند جوان که به خیال دوزی از یه مرد نابینا وارد خونش میشن و با وحشیانه ترین اتفاقهای زندگیشون روبرو میشن. گیلاسیا سلام، امروز براتون فیلم Don't Breathe یا نفس نکش محصول سال 2016 رو آوردم. سبکش ترسناک و هیجانی، یکی از خوبای هالیوود و وقتی هم پخش شد به خاطر سبک یونیک و خاصی که داشتش خیلی ترکید. بریم با هم ببینیمش. حواست مسپور کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم پیرمردی در حال کشیدن موهای زن وسط خیابونی میبینیم. سکانس بعد دو تا مرد و یه زنن که مثل دوزا وارد خونه میشن. دوزگیر خونه رو غیر فعال میکنن و یه نفرشون که خیلی هم استرس داره یه سری قانون رو میگه تا یه موقع گیر نیفتن. مثلا اینکه فقط چیزای سبک بردارید و سری باید فرار کنیم. در آخر بعد فعال کردن دوباره دوزگیر شیشه رو میشکنن و پا به فرار میذارن. حالا باهاشون آشنا میشیم. الکس، راکی و مانی. توی ماشین هم یکم مواد مصرف میکنن و پسر که قانونا رو میگفت یا همون الکس با ناراحتی از دوست دیگه‌شون تعریف میکنه که انگار ازشون خدافظی کرد و داره از شهر میره. دو نفر دیگه تعجبی نمیکنن و میگن همه یه روز شهر دیترویت رو ترک میکنن. ما هم بعد این کار بعدیمون برای همیشه میخوایم بریم. راکی بهش میگه تو هم با ما بیا، اما الکس نمیخواد باباشو تنها بذاره. وقتی هم به خونه برمیگرده سعی میره به اتاق کار پدرش و کلید خونه ای که ازش دزدی کردن رو توی کمدش میذاره. میفهمیم پدرش تو کار امنیت خونه هاست و این دزدا هم مشتری های پدر الکس رو مورد هدف قرار میدن. دزدی که یعنی مانی رو میبینیم که میره تا لوازمه که دزدیدن رو بفروشه، اما طرف پول کمی بهش میده و وقتی هم مانی خیلی شاکی میشه جواب میده اگه پول زیاد میخوای باید بری مستقیما پول بدزدی. برام بهش آماره خونه خوب برای این کارو میده و مانی هم قضیه رو برای دو تا همکارش تعریف میکنه. حرف جرید خونه یه بازنشسته ارتشه که تنها زندگی میکنه و پدر الکس هم کار امنیت خونهشو انجام داده. خونه توی محل خیلی خلوته و دور افتاده است و کلا کار راحتیه. نکته مهم اینه که بازنشسته ارتشه دختر داشته که توی تصادف مرده و خانواده راننده به این مرد نزدیک $300,000 دیه دادن. پولی که قطعا توی همین خونه داره نگهداری میکنه. راکی قبول میکنه، اما الکس میترسه برای پدرش داستانی درست شه و میگه من دیگه نیستم. وقتی که میره خونه راکی بهش چند تا پیام میده تا راضیش کنه و اینم بهش میگه که من این پولو میخوام تا یکیو اگه زندان در بیارم. الکس هم دودل میشه و شروع میکنه به تحقیق در مورد خونه مورد نظر. میریم به خونه راکی و میبینیم که با خواهر کوچیک و مادرش زندگی میکنن. مادرش دوست پسرم داره که اومده خونهشون و مشخص کلا رابطه‌ای بری با دختر کوچیک خانواده دارن. معلومه حرف راکی هم در مورد این بوده که با این پول میخواد خواهر کوچیک خودش رو از زندان نجات بده، از همین زندان خونه. بالاخره روز بعد ستایی با ماشین میرن به سمت همون خونه که ببینن شرایط چیه. مانی میره که اطراف خونه رو ببینه و وقتی هم برمیگرده میگه اطلاعات امنیتیمون دقیقه. سگ بزرگی یهو پیداش میشه و ستایی میترسن. پیرمرد داره خیابون رد میشه که سگو صدا میکنه و عصایی هم دستشه. مانی به بقیه میگه این پیرمرد صاحب همین خونه. چیزی هم که میفهمن اینه که این مرد نابیناست. الکس و راکی میگن این بدبخت حتی نمیتونه ببینه، کارمون نامردیه. اما بعد حرفای مانی با تاریکی هوا برمیگردن به منطقه. اول همه برای سگ این مرد یکم غذا و داروی بیهوشی میریزن که از حال بره. همه چیزم اوکیه، اما وقتی میفهمن کلید پدر الکس به در نمیخوره یکم نگران میشن. طرف دیگه خونه هم پنجره کوچیکی و راکی ازش میره تو. با ترس میره جلو و از کنترلی که الکس آورده استفاده میکنه تا آژیر خونه غیر فعال شه. برام عکس این پیرمرد بیچاره با دختر کوچیکش رو میبینه. برام درو باز میکنه و دو تا دوست دیگه اش هم میان تو. شروع میکنن به گشتن دنبال پولا. راکی توی کمد میگرده و مانی هم میره که به صاحب خونه گاز بیهوشی بزنه. پیرمردی که توی اتاقش در حال پخش ویدیویی از دخترش خوابیده. قبل ورود مانی پیرمردی هو بیدار میشه و تلویزیون رو خاموش میکنه. مانی هم گاز بیهوشی رو میذاره تو اتاق و میاد بیرون. وقتی میاد پایین همراه دو تا دیگه با در قفلی مواجه میشن که فکر میکنن پولا همینجاست. مانی یه دفعه اسلحه‌ای برمی‌داره و از اونجایی که مطمئن پیرمرد بیهوشه به قفل شلیک میکنه. الکس نگران شده چون نمیدونسته دوستش تفنگ به خودش آورده و میگه من دیگه نیستم و میره بیرون. یه دفعه میبینیم پیرمرد بیدار شده و کنار دیواری پشت رو تای دیگه است. مرد نابینا میگه کی اونجاست. با شنیدن صدای مانی آروم میره طرفش. مانی تهدیدش میکنه و میگه بیا جلو میکشمت و حتی یه شلیک هم به کنارش میکنه. اما این مرد نمیترسه و میره جلوتر. الکس که صدای شلیک و قبل بیرون رفتن میشنوه میترسه و وامیسته. نابینا رو میبینیم که همینطور میره جلو و با یه حمله یه رفعی اسلحه رو به زور مانی میگیره. اونو میذاره رو سرش و با یه شلی کارش تموم میشه. راکی حسابی ترسیده، اما نابینا هرگز متوجه حضور دختر تو اتاق نشده. برای همینم میره تو کمد قایم میشه. الکسو میبینیم که برگشته تو خونه و نابینا جلوش ثبت میشه. به موقع جا خالی میده و اونم نمیفهمه که توی راه روه. میبینیم که پیرمرد همه در و پنجره ها رو سر قفل میکنه و الکس هم توی دستشویی قایم میشه. حالا دیگه راه خروجی نیست. همین لحظه راکی بهش پیام میره که مانی کشته شده. جای قایم شدنشون هم به هم میگن که بتونن زود از خونه در برن. راکی توی کمده که پیرمرد یه لفه میاد طرفش. یه در مخفی رو باز میکنه و زدن رمز باعث میشه که راکی محل پولا رو پیدا کنه. وقتی مرد میفهمه همه چیز سر جاشه با خیال راحت میره بیرون. چند لحظه بعد الکس میاد تا راکی رو فراری بده. بهش میگه بیاد سری به پلیس زنگ بزنیم چون دوستمون مرده، اما راکی میگه صبر کن.
بعد با همون رمز صندوق رو باز میکنه که با الکس و من جدا از اون 300 هزار تا حدود 1 میلیون دلار همینجا توی صندوقه. با برداشتن مقداری پول متوجه دری میشن که احتمالا راه خروجی باشه که هنوز قفل نشده. میخوام برن سمتش که دوباره نابینا سر میرسه. بدون خبر حضور این دو نفر جنازه مانی رو میکشه به قسمت دیگه خونه ببره. الکس هم با وحشت داره میره عقب که قدم گذاشتن روی قسمت از زمین باعث تولید صدا میشه. پیرمرد اسلحه رو میگیره طرفش ولی الکس چند بار دیگه همین صدا رو تولید میکنه و پیرمرد فکر میکنه که حتما چیزی شکسته و به خاطر اونه. با رفتنش راکی و الکس هم سمت دری که قبلا شکسته بودنش میرن. همه چیز خوبه تا اینکه نابینا متوجه کفششون زیر میز میشه. کفشی که نشون میدن بیشتر از یه نفر اومده داخل. وقتی دوباره میره سر قفل صندوق و میفهمه که پولاش نیستن خیلی عصبانی میشه. این در حالیه که الکس و راکی هم از همون در رفتن به زیر زمین خونه. دارن میرن سمت خروجی دوم که یه رفه دختری بسته شده با تناب حرکت میکنه و حرکتش باعث تولید صدای زنگ میشه. پیرمرد راه میفته سمتشون و الکس و راکی کنار این دختر یه کاغذ پیدا میکنن و میفهمن این همون کسیه که دختر پیرمرد با ماشین زیر گرفته و کشته. دوتایی سعی میکنن این دختر هم نجات بدن و همین که درو باز میکنن نابینا با اسلحه توی دست منتظره. بدون رحم شلیکی میکنه که به همون دختر راننده میخوره و میمیره. وقتی میفهمه چیکار کرده میاد جلو و بدن بیجون دختر بغل میگیره. داد میزنه بچه‌م مرد. بعد با عصبانیت بیشتر سمت راکی و الکس میاد و اونا هم که میفهمن دیگه راهی نیستش فرار میکنن. حالا اصلا پاشون نابینا پیداشون میکنه و مدام تیر میزنه. یه دفعه هم همه چراغ زیر زمین رو قطع میکنه و حالا راکی و الکس هم مثل خودش هیچی نمیبینن. وحشت تنش خیلی بالاست و یه دفعه پیرمرد موفق میشه الکس رو گیر بندازه. اسلحه رو میگیره سمتش اما با کمک راکی الکس بازم در میره. بالاخره برمیگردن به خونه اما این بار اون سگ وحشی هم جلوشونه. دو تایی به طبقه بالا میرن و سگ هم دنبالشونه که مجبور میشن در اتاقی رو روش قفل کنن. برایش اینه حتی پنجره های اتاق هم نرده داره و راه فراری نیست. صدای پای نابینا هم میاد و داره نزدیک میشه که راکی با دیدن یه دریچه کولر میپره داخلش. الکس هم در رو نگه میداره که حالا نابینا با ضربات محکم بازش میکنه. مشخصه که زورش بیشتر رو میاد تو و با حمله و الکس با یه ضربه اونو پرت میکنن و بعد شکستن دیوار میفته پایین. حالا نوبت راکی و سگ وحشی از بوی دختر پیداش کرده و میره توی دریچه تهویه هوا. راکی هم مجبور میشه راه سخت رو انتخاب کنه و از ارتفاع تهویه بپره پایین. برمیگردیم میشه الکس که افتاده روی سقف گلخونه طبقه پایین. پیرمرد یه شلیک بهش میکنه و اونم پرت میشه داخل گلخونه. وحشتش اینجاست که جنازه 20ش هم همینجاست و انگار ترکیده. تو همین ترساس که پیرمرد هم پیداش میشه و این بار با یه ضربه بیهوشش میکنه. بعدم قیچی باغبونی رو همینجا برمی‌داره و میکنه توی شکمش. بازم راکیو میبینیم. بعد سقوط از ارتفاع تازه به هوش میاد و بدنش خیلی درد داره. مسیرش رو ادامه میده و میرسه به جایی که دو تا دریچه برای خروجه. یکی به طبقه پایین و یکی به بیرون خونه. مشخص راه خروج رو انتخاب میکنه اما به محض شکستن دریچه پیرمرد صداش رو میشنوه و از طبقه پایین میگیرتش و میکشه داخل. وقتی چشمای دختر باز میشن توی همون زیر زمین بسته شده مثل همون راننده قاتل. به پیرمرد التماس میکنه که بذار برم اما مرد با ناراحتی میگه نگه داشتن اون دختر توی زیر زمین برای شکنجه کردنش به خاطر کشتن دخترم نبود. من فقط میخواستم عدالت به وجود بیاد. وقتی یه بچه از من گرفت باید یه بچه بهم بده. حالا میفهمیم اون دختر بسته شده از این پیرمرد حامله بوده و ناراحتی مردم بعد مرگ دختر به خاطر بچه خودش بوده نه اون. براکی میگه حالا که اون ازم گرفتید نوبت توئه که بهم یه بچه بدی. الکس رو میبینیم که بازم چشمشو باز میکنه. اونجا که پیرمرد نابیناست و الکس هم بیهوش بوده ضربه قیچی باغبونی به بدن دوستش مانی خورده و خودش زنده است. با دیدن سگ یه نقشه میکشه و اونو به اتاق میکشه و در روش قفل میکنه. بعدم در ورودی رو باز میکنه که در بره. باز میریم زیر زمین. پیرمرد داره یه چیزیو حرارت میده. میره سمت دختر و میگه من آدم متجاوزی نیستم. برای همینم فقط میخوام اسپرم رو بریزم داخلت و کاری بهت ندارم. چیزی که گرم میکردم اسپرم خودش و میخواد کارشو انجام بده اما یه دفعه الکس سر میرسه و برای زدن ضربه به پیرمرد راکیو آزاد میکنه. راکی هم حسابی عصبانی و بعد بستن مرد میفته به جونش و هرچی که دور برش هست و میزنه تو سر و کلش. برن دوتای پولو برمیدارن و سمت در خروجی میرن. همین که بازش میکنن یه دفعه صدای شلیکی میاد و الکس با جای گلوله روی کمرش میفته زمین. پیرمرد بازم خودشو آزاد کرده. راکی با وحشت فقط در میره و پیرمرد جلوی در خونه رو سگش سرا میکنه و یه تعقیب و گریز شکل میگیره. دختر میرسه ماشین و سگ هم همینطور و کیف پولا رو ازش میگیره. دختر میشینه داخل اما میفهمه سویچ ماشین باهاش نیست. حالا سگ نمیذاره بره بیرون که اونم با یه نقشه ساده سگو میکشونه داخل و بعد خروج در روش میبنده و گیرش میندازه. یه نفس راحت میکشه و دوباره کیف پولا رو برمیداره که پیرمرد پشت پیداش میشه و با گرفتن موهای دختر اونو میکشونه سمت خونه. صحنه ای که اول فیلم دیدیم. دختر دیگه واکنشی نشون نمیده و به خونه میرسن. اینجا فکری به سرش میزنه و به محض برداشتن ریموت آژیر کنارش با بیشترین صدا فعالش میکنه و باعث سردرد مرد میشه. سری با یه ضربه پرتش میکنه به ورودی زیر
رو زمین و با برداشتن پول دوباره در میره. صدای آژیر پلیس هم میاد که به همین خونه میرسن. سکانس بعد میبینیم که راکی و خواهرش بالاخره از شهر فرار کردن. تلویزیون داره اخبار همین دزدی رو پخش میکنه. پیرمرد نابینا زنده مونده و قضیه برای پلیسا گفته. البته با این تفاوت که کلا اسمی از دختر نیورده و گفته همین دو نفر دزد بودن و باهاشون مقابله کردن. اپول دزده شده هم چیزی نمیگه و همین باعث میشه راکی و خواهرش با خیال راحت زندگی جدید شروع کنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. خفن‌ترین ویژگی فیلم نفسنکش اینه که شما دائما باید جهت خودتو تغییر بدی، به خاطر اینکه اول فیلم طرفدار اون مرد نابینایی که داره بهش حمله میشه، جلوتر که میره دلت میخواد اون دزدا زنده بمونن، جلوتر که میره باز دلت میخواد که دزدا کشته بشن به خاطر اینکه تصمیم گرفتن باز پولا رو بردارن، باز جلوتر که میره رازهای زندگی پیرمرد رو میفهمی. یعنی از اول تا آخر فیلم، حتی وقتی که تموم میشه هم تو نمیدونی که کدوم اینا رو باید طرفدارشون بشی، به خاطر اینکه هر دو نفر انگاری گناهکارن و تو مجبور یکیشون انتخاب بکنی. این خیلی چیز خفنیه که قبلا توی فیلمای زیادی ندیده بودیمش. و چیزی هم که باعث میشه که شما به این دو راهی برسی، شباهت زیاد این دو تا طرف با هم دیگه است. یعنی ما یه طرف مرد نابینایی داریم که بازنشسته است و دخترش از دست داده، خیلی ناراحت سر این قضیه. از اون طرف به خاطر جبران این ناراحتی و فقدان زندگیش اومده یه دختری رو دزدیده توی زیردمیش حبس کرده و میخواد حاملش بکنه. الان داره یه عالم متجاوز میشه به خاطر بلایی که سرش اومده. از اون طرف هم دزد همینطوریان. دزد میرن دزدی میکنن، خیلی از جایی حرف میزنن. حرفشون در مورد سیستم و اختلاف طبقاتیه. میگن سیستم و اختلاف طبقاتی بود که باعث شده ما این کار رو انجام بدیم. پس گناهش پای اونا، کار ما اشتباه نیستش. هر دو طرف یه سری اشتباهات دارن توی زندگیشون که به یه بهونه الکی به خاطر اتفاقی توی زندگیشون افتاده، اون گناهشون رو دارن توجیه میکنن. و همین باعث میشه شما هیچ وقت نتونی که بفهمی کدوم خوبه کدوم بده. هر کدومشون به اندازه زیادی گناه دارن و هر کدومشون به اندازه زیادی حق دارن برای کارشون. به همین علت نمیتونی تصمیم بگیری که طرف کدومشون رو بگیری. اینو خیلی خوب کارگردان درآوردتش. چیز دیگه‌ای که با دیدن فیلم متوجهش میشید، سبک جدید ترسوندنه. به خاطر اینکه قبلش خیلی جامپ اسکر و کلا این صحنه‌های کلیشه‌ای زیاد بود. توی اینم داره این چیزا رو، ولی خیلی سبک نشون دادنشون فرق می‌کنه. یعنی مثلا یه صحنه هستش که توی خلاصه هم دیدیم، اون طرف نابینایی داره میادش، مرد توی راهرو الکسی طرفی جا خالی میده، کنار هم رد میشه. این صحنه یکی از فوق‌العاده تنیسترین صحنه‌های این فیلمه و کورکوپرت میرسه. با اینکه جامپ اسکر نیست که یه رفی به پر جلو فقط طرف فرار کنه، یه صحنه‌ای که قشنگ از اول تا آخر میبینیم پیرمرد داره میادش، این میره کنار، این رد میشه. خیلی تنش بالایی رو و توی صحنه خیلی کوتاه ولی کامل نشون داره که جامپ اسکر نیست. اکثر تاثیر فیلم به همین شکلن. این به نظرم جدیده و نقطه قوت فیلم محسوب میشه. و نقطه آخری که به نظرم قوت این فیلم بود و وقتی که ببینیدش خیلی حال میکنید باهاش، سبک موسیقی فیلم. به خاطر اینکه برعکس فیلم‌های اون دوره همین الان، جاهایی که هیجان خیلی بالا، آهنگای خفن میزنن، جاهایی که مثلا یه لحظه ویو خفنی میدن، آهنگ لایت میزنن، خیلی روی این فیلم مانور میدن. ولی توی دونت بریز نکته‌ای که داره اینه که لحظه‌ای که مثلا به اوج تنش میرسه، دارن همدیگه رو میزنن، هر لحظه ممکن یکیشون بمیرن، یه سکوت مطلق میشه. یعنی اصلا شما هیچ نه صدای دعوا رو میشنوید نه صدای آهنگو، و فقط بعد با اون سکوته کنار بیای تا لحظه‌ای که بفهمی چی میشه. این خیلی باحاله. وقتی ببینیدش میگم اینو موقع درکش میکنید، تو خلاصه مشخص نمیشه. حتما پیشنهاد میدم یه بارم که ببینیدش. با اینکه خیلی فیلمای بهتری هم شاید توی این سبک باشن، ولی دونت بریز یکی از فیلمایی هستش که به عنوان اسطوره کلا این سبکای مقابله توی خونه و جنگایی که کلن سکانس‌ها توی یه خونه فیلم برداری میشه، بده دو سه تاش الگوی خوبه توی این فیلم‌ها. دیگه همین، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، نکته چیزی هست بنویسید. روزتون هم گلسی.